بسم الله الرحمن الرحيم. افشاء سلام. افشاء السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام بينكم. به بهش داخل نمی شوید تا اینکه ایمان بیاورید، و ایمان شما کامل نمی شود مگر اینکه یکدیگر را دوست داشته باشید. آیا شما را به کار راهنمایی کنم که انجام آن سبب دوستی شما با یکدیگر شود؟ سلام را در بین خود رواج دهید. فایده های حدیث: داخل شدن به بهش بعد از فضل و کرم الله سبحانه و تعالی بدون داشتن ایمان ممکن نیست. بنابراین غیر از مؤمن ها کسی دیگر داخل بهش نخواهد شد. فایده دوم: افشا و نشر سلام کلید ایجاد محبت و دور کردن نفرت و بیگانگی در میان مسلمانان خواهد بود. فایده سوم: اهمیت سلام کردن به یکدیگر و رد نظریه کسانی که به این مسئله اهمیت نمی دهند، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آن را راه رسیدن به ایمان معرفی کرده، ایمانی که سبب داخل شدن به بهشت می شود. فایده چهارم: نشر و افشای سلام به انسان درسی خاکساری و فروتنی می دهد. فایده پنجم: این امر سه‌گانه در برگیرنده خصلت های خوبی زیاده هستند، بنابراین می طلبند که در پی تحقق آنها بود. فایده ششم: انفاق در تنگ دستی سبب اعتماد به الله سبحانه و تعالی و بی‌رغبتی از دنیا و امید نبستن به آرزوهای دنیاوی می باشد، که همه اینها برای آخرت انسان از اهمیت زیاده برخوردار هستند. ثلاث من جمعهن فقد جمع الايمان: الانصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والانفاق من الاقتار. عمار ابن یاسر رضی الله عنه می گفت: کسی که سه خصلت داشته باشد ایمانش را کامل کرده است: عدالت با خود، سلام دادن به همه مردم، و انفاق در تنگ دستی. فایده های حدیث: فایده اول، بیان اندیشه و فهم درست صحابگان از دین که از افراط و تفرید دور بوده است. فایده دوم، نشر و افشای سلام به انسان درس خاکساری و فروتنی می دهد. فایده سوم، این امر سه‌گانه در برگیرنده خصلت های زیاد خوبی هستند، بنابراین می طلبد که در پی تحقق آنها بود. و عن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما ان رجلا سأل النبی صلی الله علیه و سلم: ای الاسلام خیر؟ قال: تطعم الطعام و تقرأ السلام على من عرفت و من لم تعرف. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت میکند که مردی از پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسید: بهترین عمل در اسلام کدام است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: خوراک دادن و سلام کردن به شخصی که میشناسد و یا بیگانه است. فایده های حدیث: خوراک دادن و مهمانی کردن سبب نزول برکت و محبت دلها می شود. فایده دوم، میزان صبر صحابگان در سوال کردن از رسول الله صلی الله علیه و سلم